یوحنا فصل 20. بامداد روز اول هفته یعنی یک شنبه وقتی هنوز تاریکی بود، مریم مجدلیه بر سر قبر آمد و دید که سنگ از پیش قبر برداشته شده است. او دوان دوان پیش شمون پتروس و آن شاگردی که عیسی او را دوست می داشت رفت و با آنها گفت: خداوند را از قبر بردن و نمی دانیم او را کجا گذاشتن. پس پتروس و آن شاگرد دیگر برا افتادن و به طرف قبر رفتن. هر دو با هم می دویدن، ولی آن شاگرد دیگر از پتروس پیش شد و اول به سر قبر رسید. او خم شد و به داخل قبر نگاه کرده کفن را دید که در آنجا قرار داشت، ولی به داخل قبر نرفت. بعد شمون پتروس هم رسید و به داخل قبر رفت. او هم کفن را دید که در آنجا قرار داشت و آن دستمال که روی سر او بود در کنار کفن نبود، بلکه پیچیده شده و دور از آن در گوشه گذاشته شده بود. بعد آن شاگرد هم که ابتدا به قبر رسید و داخل رفت، آن را دید و ایمان آورد، زیرا تا آن وقت آنها کلام خدا را نفهمیده بودند که او باید بعد از مرگ دوباره زنده شود. پس آن دو شاگرد به منزل خود برگشتند، اما مریم در خارج قبر ایستاده بود و گریه میکرد. همان طور که او اشک میریخت خم شد و به داخل قبر نگاه کرد و دو فرشته سفید پوش را دید که در جایی که بدن عیسی را گذاشته بودند، یکی نزدیک سر و دیگری نزدیک پا نشسته بودند. آنها به او گفتند: ای زن، چرا گریه میکنی؟ او جواب داد: خداوند مرا بردن و نمیدانم او را کجا گذاشتن. وقتی این را گفت به عقب برگشت و عیسی را دید که در آنجا ایستاده است، ولی او را نشناخت. عیسی به او گفت: ای زن، چرا گریه میکنی؟ به دنبال کی میگردی؟ مریم به گمان این که او باغبان است به او گفت: ای آقا، اگر تو او را برده ای به من بگو او را کجا گذاشته ای تا من او را ببرم. عیسی گفت: ای مریم. مریم برگشت و گفت: ربونی، یعنی ای استاد. عیسی به او گفت: به من دست نزن، زیرا هنوز به نزد پدر بالا نرفتم، اما پیش برادران من برو و به آنان بگو که اکنون پیش پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما بالا می روم. مریم مجدلیه پیش شاگردان رفت و با آنها گفت: من خداوند را دیدم. و سپس پیغام او را به آنان رسانید. در غروب روز یک شنبه وقت شاگردان از ترس یهودیان در پشت درهای بسته به دور هم جمع شده بودند، عیسی آمده در میان آنان ایستاد و گفت: سلام بر شما باد. و بعد دستها و پهلوی خود را به آنان نشان داد. وقت شاگردان خداوند را دیدند بسیار شاد شدند. عیسی باز هم گفت: سلام بر شما باد، همان طور که پدر مرا فرستاد من نیز شما را می فرستم. بعد از گفتن این سخن عیسی بر آنان دمید و گفت: روح القدس را بیابید. گناهان کسانی را که ببخشید بخشیده می شود و آنانی را که نبخشید بخشیده نخواهد شد. یکی از 12 شاگرد یعنی توما که به معنی دوگانگی است، موقعی که عیسی آمد با آنها نبود. پس وقتی که دیگر شاگردان به او گفتند: ما خداوند را دیده ایم، او گفت: من تا جای میخها را در دستش نبینم و تا انگشت خود را در جای میخها و دستم را در پهلویش نگذارم باور نخواهم کرد. بعد از 8 روز وقت شاگردان بار دیگر با هم بودند و توما هم با آنان بود، با وجود این که درها بسته بود، عیسی به درون آمد و در میان آنان ایستاد و گفت: سلام بر شما باد. و بعد به توما گفت: انگشت خود را به اینجا بیاور، دستهای مرا ببین، دست خود را بر پهلوی من بگذار و دیگر بی ایمان نباش، بلکه ایمان داشته باش. توما گفت: هی خداوند من و هی خدای من. عیسی گفت: آیا تو به خاطر این که مرا دیده ای ایمان آوردی؟ خوشا به حال کسانی که مرا ندیدند و ایمان می آورند. عیسی معجزات بسیار دیگر در حضور شاگردان خود انجام داد که در این کتاب نوشته نشد، ولی این قدر نوشته شد تا
تا شما ایمان بیاورید که عیسی مسیح و پسر خداست و تا ایمان آورده به وسیله نام او صاحب زندگی ابدی شوید.